الفبای آلمانی. خب خواهش میکنم دوستان دنبال کنید الفبا رو به صورتی که براتون خونده میشه و سعی کنید که بعد از بنده حتما شما هم تکرار کنید. آ بی سی. دوستان حرف سی در انگلیسی رو آلمانی ها سی تلفظ میکنن، مثل اینه که ت و س رو به دنبال هم تلفظ کنید. ت و س، سی دی ای اف گ ها ای یوت. حرف جی رو یوت میخونن دوستان، یوت کا ال ام ان او پی کو ار یا ار، ار یا ار هر دو درسته. این حرف آر در انگلیسی رو به صورت ر یا غ تلفظ میکنن، هر دو تلفظ هم درسته و ما اینجا برای سادگی به صورت ر تلفظ میکنیم دوستان. ار یا اغ، اس تی او فاو و ایکس اپسیلون زد. حرف زد رو هم دوستان به صورت زد تلفظ میکنن، یعنی دقیقا باز به صورت ت و س. ت و س رو به دنبال هم تکرار بفرمایید. س س حرف زد میشه زد زد. پس حرف سی سی و حرف زد زد سی زد. اما سه تا حرف در زبان آلمانی هست دوستان که دو نقطه در بالاشون قرار میگیره، شامل آ او و او. خب این دو نقطه رو در زبان آلمانی دوستان همونطور که مشاهده میفرمایید اوملاوت میگن. اوملاوت همون دو نقطه است و آی که دو نقطه داره بهش میگن اوملاوت، اوی که دو نقطه داره اوملاوت و اوی دارای دو نقطه رو میگن او اوملاوت. به این صورت. و حرف دیگر زبان آلمانی که شبیه بتای یونانی هست دوپل اس یا استت گفته میشه. دوپل اس یعنی همون دابل اس. این در واقع این حرف مادر دابل اس هست، البته به این معنی نیست که همیشه میشه مثلا به جای حرف دوپل اس دو تا اس گذاشت، ولی بعضی جاها هم امکان پذیر هست. خب پس دوپل اس یا استت که همیشه به صورت اس تلفظ میشه، همیشه به صورت در واقع سه تلفظ میشه. خب اما یک سری قوانین وجود داره برای تلفظ، خواهش میکنم اینا رو دقت بفرمایید. همینها همین قوادی که الان عرض میکنم خدمتتون رو اگر انشالله یاد بگیرید دیگه در تلفظ هیچ کلمه در زبان آلمانی مطمئن باشید که به مشکل نمیخورید. زبان آلمانی دوستان مثل مثلا انگلیسی نیست که حروف به صورت‌های مختلف تلفظ میشن و واقعا یه قانون ثابتی ندارن برای تلفظ. برعکس در زبان آلمانی دقیقا اون چه که نوشته میشه خونده میشه، فقط یه سری قوانین هست. خواهش میکنم این رو توجه کنید. حرف در واقع ترکیب حروف تی ها یا همون سی اچ، حالا بخوایم ساده بگیم سی اچ، خب در زبان چون میخوایم عادت کنیم کم کم حروف رو آلمانی تلفظ کنیم، تی ها یا همون سی اچ رو همیشه ش میخونن، مثل کلمه ایش. میدونید دوستان ایش در زبان آلمانی یعنی من. خب اما دوستان دقت کنید، اگر به دنبال اگر قبل از تی ها یا همون سی اچ یکی از چهار تا ترکیب یا یکی از چهار تا حرف آ او او یا آو رو ببینید، همون آ او، در این صورت سی ها به صورت خ تلفظ میشه. تکرار میکنم، آ او او یا آو اگه قبل از سی ها باشه سی ها خ تلفظ میشه، در غیر این صورت ش تلفظ میشه. خب مثال ها رو دقت بفرمایید. کلمه اول نخت، نخت یعنی شب. خب دقت کنید در این کلمه قبل از تی ها آ اومده، به همین خاطر تی ها رو ما خ تلفظ میکنیم، نخت شب. کلمه بعد هخ، هخ دوستان یعنی بلند مرتفع، قبل از تی ها او قرار گرفته میخونیم هخ، شما هم حتما تکرار کنید دوستان، نخت هخ به معنی بلند مرتفع. و کلمه بعد بوخ، بوخ همون بک در زبان انگلیسی است یعنی کتاب، قبل از تی ها او قرار گرفته و همین صورت باید خ خونده بشه. و کلمه آخر آوخ،
او رو دوستان در زبان آلمانی او میخونن، اوخ، چون قبل از سی ها اومده سی ها باید خ تلفظ بشه، پس اوخ تلفظ میشه و به معنی همچنین هست. تکرار میکنیم کلمات رو، شما هم خواهش میکنم تکرار کنید: نخت، هوخ، بوخ، اوخ. اما ترکیب بعد دوستان اس سی ها هست، یا همون اس سی اچ. اس سی اچ رو هم دوستان همیشه آلمانی ها به صورت ش تلفظ میکنن، در زبان آلمانی ش تلفظ میشه، مثل کلماتی که مشاهده میکنید: شیف به معنی کشتی و همون شیپ انگلیسی شیف، و شوله به معنی مدرسه یا همون اسکول در زبان انگلیسی. شیف کشتی، شوله مدرسه. در زبان آلمانی دوستان عرض کردم هر چی که نوشته میشه خونده هم میشه، مثلا ا در پایان هم خونده میشه شوله. او رو خدمتتون عرض کردم او به صورت او تلفظ میشه، مثل کلمه باوم به معنی درخت، و کاوفن به معنی خریدن، باوم، کاوفن. خب دوستان ا اوملاوت همیشه ا تلفظ میشه، ا اوملاوت همیشه به صورت ا تلفظ میشه، مثل کلمه که میبینید متشن، متشن یعنی دختر، متشن دختر. اما او اوملاوت رو چطور باید تلفظ کنیم؟ دقت کنید دوستان، معمولا تلفظ این حرف برای ما ایرانی های مقداری مشکل هست، چون نمونهش رو در زبان فارسی نداریم. با گرد کردن لبها بایستی تلفظ کنیم و یه مقدار او کشیده میشه، دقت بفرمایید، مثل کلمه اول. پس او املاوت رو اینجور تلفظ میکنیم، او، تکرار میکنم، او، مثل کلمه اول یعنی روغن، اول، روغن، تکرار میکنم، او، اول، او، اول، اول، همون اویل هست یعنی روغن. و او املاوت هم دوستان باز در واقع به صورت کشیده هست، ما او املاوت رو به صورت او تلفظ میکنیم، او، باز به حالت در واقع کشیده و با گرد کردن لبها، او، او میشه تلفظ او املاوت. مثل کلمه بیشر، بیشر، بیشر دوستان یعنی کتاب ها، جمع بوخ هست، دقت کنید اینجا چون قبل از سی ها او املاوت اومده دیگه سی ها رو همون ش میخونیم، بیشر یا بیشه، چون در ادامه خواهم گفت که وقتی که آر یا همون ار در آلمانی حرف آخر باشه معمولا به صورت آ تلفظ میشه، اگه به صورت همون ار هم تلفظ کنیم مشکلی نداره، درسته، اما به صورت آ غالبا تلفظ میشه، پس خونده میشه بیشر، بیشر. خب اما ترکیبات بعد دوستان دقت کنید، خواهش میکنم، ا، او و ا املاوت، او، هر دو به صورت اوی تلفظ میشن. اگه خب دوستان الان خدمتتون عرض کردم که ا املاوت همون معادل ا هست، پس ا املاوت او و ا او هر دو به صورت اوی تلفظ میشن. خب کلمه نمونهش کلمه نوی به معنی جدید، و بویمه که جمع باوم هست به معنی درختان، بویمه، نوی، بویمه. اما حرف اس دوستان حرف بعدی است که باید به نکاتش توجه بفرمایید. دوستان اگر بعد از حرف اس در زبان آلمانی یکی از حروف صدادار، هر کدوم از حروف صدادار قرار بگیره، شامل آ، ا، او یا او املاوت که عرض کردم به صورت او تلفظ میشه، او یا او املاوت که به صورت او تلفظ میشه، و ای، هر کدوم از اینها قرار بگیره اسم دوستان به صورت ز تلفظ میشه، همونطور که بالای حرف اسم میبینید در این صورت به صورت ز تلفظ میشه. یه نکته هم بگم دوستانی که در تلفظ او املاوت و او املاوت مشکل دارن اصلا نگران نباشن، میتونید به صورت او و او تلفظ کنید، چون واقعا در اصل ارتباط مشکل ایجاد نمی کنه. خب
مثال ها رو توجه فرمایید، خواهش میکنم. زخه، ببینید بعد از اس آ اومده، پس اس باید ز تلفظ بشه. زخه، از طرف دیگه آ قبل از سی ها یا همون سی اچ اومده، پس سی اچ رو هم اینجا باید خ بخونیم. زخه یعنی چیز، زخه به معنی چیز هست. کلمه بعد زوخن، زوخن بعد از اس او اومده، پس بعد اس رو ز بخونیم. کلمه بعد زوخن هم دوستان به معنی جستجو کردن هست، دنبال چیزی گشتن هست. کلمه بعد زینگن، زینگن بعد از اس ای اومده، زینگن به معنی آواز خواندن هست، همون سینگ در زبان انگلیسی است. و کلمه بعد ذهن، ذهن به معنی دیدن هست. تکرار میکنم همه رو: زاخه، زوخن، زینگن، ذهن. اما نکته که چند دقیقه پیشان خدمتون عرض کردم دوستان، اگر ار یا همون حرف اغ حرف آخر یک کلمه باشه، معمولا به صورت آ تلفظ میشه، همونطور که مشاهده میفرمایید. مثل کلمه زوما، زوما یعنی تابستان، همون سامر انگلیسی زوما. البته عرض کردم اگر زومر هم بگید اشتباه نیست، اما تلفظ بهترش زوما. فاتا، حرف وی انگلیسی دوستان در آلمانی فاو هست و اکثر اوقات به صورت ف تلفظ میشه. فاتا همون پدر هست. یا موتا یعنی مادر. تکرار میکنم: زوما، فاتا، موتا. خب اما قانون بعدی دوستان، اگر ای ج، دو حرف ای و گ دو حرف آخر یک کلمه باشن، که معمولا این کلمات صفت هستن در آلمانی، در این صورت گ رو دوستان ش تلفظ میکنن، گ به صورت ش تلفظ میشه. دقت بفرمایید به مثال ها. مثال اول ویشتیش، ویشتیش یعنی مهم، و مثال دوم بیلیش یعنی ارزان. ویشتیش، بیلیش. اما قانون بعد دوستان، ای ای، ترکیب ای و ای رو آلمانی ها آی تلفظ میکنن. آی، آی ترکیب ای و ای هست. خب مثل ناین یعنی خیر، یا بلایبن به معنی ماندن، و اصلا خود آی دوستان به معنی تخم مرغ هست. ای ای کلمه آی رو ایجاد میکنه به معنی تخم مرغ. تکرار میکنم: ناین، بلایبن، آی. حرف یوت رو هم عرض کردم همیشه به صورت یه تلفظ میشه، مثل یا یعنی بله. خب اگر دوستان یک کلمه با اس تی یا اس پی شروع بشه، در این صورت اس به صورت ش تلفظ میشه. تکرار میکنم: اگر یک کلمه با اس تی یا اس پی شروع بشه، اس به صورت ش تلفظ میشه. از جمله در دو کلمه شتراسه یا شتراسه به معنی خیابان. تکرار میکنم: شتراسه خیابان، شپورت همون سپورت معنی ورزش است. دقیق بفرمایید اس ش تلفظ میشه، شتراسه، شپورت. و حرف ست یا همون زد، باز عرض کردم به صورت سه تلفظ میشه. ت و سه رو سعی کنید به دنبال هم سریع تکرار کنید. سه، سه. خب از جمله در کلمه تالن به معنی شمردن. تکرار میکنم: تالن شمردن، و تانتن به معنی دنس یا همون رقصیدن هست. تالن تانتن، تالن تانتن. و آخرین ترکیب دوستان، ترکیب تی اس تی ها هست، همونطور که مشاهده میفرمایید. تی اس تی ها یا در واقع همون تی اس سی اچ انگلیسی هست، که این ترکیب همیشه ش تلفظ میشه. از جمله در کلمه دویچ به معنی آلمانی، دویچ به معنی آلمانی. خب این از مهمترین قوانین تلفظ در زبان آلمانی و به طور کلی الفبای زبان آلمانی. خب حالا سعی کنید که حتما یه مرور داشته باشید و مطمئن باشید که با دونستن این قوانین دیگه در تلفظ هیچ کلمه به مشکل نمیخورید. دوستان ویدیویی که دیدید
نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.